از ما خواسته شده که جزر اصلی را نزدیک بسازیم و یا جزر مربی 45 را به خانه ست ها و فکر میکنم که آنها نمیخواد تا ما از ماشین حساب استفاده نماییم به خاطر که آن بسیار ساده می باشد پس بیایید ببینیم که اگر بتوانیم این را همراه با قلم و کاغذ خود در اینجا انجام دهیم پس جزر مربی 45 یا جزر اصلی 45 چهل پنج یک مربی کامل نیست. آن دقیقا یک مربی کامل نمی باشد. با هم می بینیم مربع های کامل در اطراف آنها کدام ها اند. مربع کامل بعدی بالای چهل و پنج چهل می باشد به خاطر که اف ضرب افت است. پس کوچکتر از جز مربی چهل میباشد می باشد. و بزرگتر از جزر مربعی 36 می, می باشد. و جزر مربعی 36 یا جذر اصلی 36 می که 6 می باشد. و جذر اصلی 49 هفت است. پس این قیمه در اینجا بین 6 و 7 می باشد. و اگر به آن نگاه نمائیم، فقط چهار دانه از چلنو فاصله دارد و نو دانه از سی و شش فاصله دارد. بنابراین فرق بین سی و شش و چلنو سیزده می باشد. پس سیزده اختلاف بین شش مربع و هفت مربع وجود دارد. پس به حیث یک نوه تقریب ممکن است که این درست انجام شود به خاطر که ما آن را مربع می سازیم این یک رابطه طولی نمی باشد اما به با افت نزدیکتر است تا به 6. حداقل 45 ۹وی برسی میباشد با هم میبینیم به نظر می رسد که آن دوی برسی باشد پس بیایید که ۶ شره ۷ را حدس بزنیم فقط نظر به صفر اشریه ۷ که تقریبا دوی برزه می باشد. به نظر می رسد که یک باشد. در واقع اگر بخواهیم می آن را در اینجا حساب نماییم. بیایید که آن را برای سرگرمی انجام دهیم. بنا آن نوی بر سیزده به حیث یک اشاری چند می شود؟ آن سیزده بر نو تقسیم می شود. بعضی از خانه های اشاری را در اینجا می گذاریم. سیزده با نو برابر نیست اما سیزده با نوت می تواند قابل تقسیم باشد. و بناعن با نوت تقسیم می شود. با هم می بینیم های هفت مرتبه حساب می شود؟ آن شش بار حساب می شود. پس شش ضرب سه هجده می شود. شش ضرب یک شش شده و جمع یک هفت می شود. و بعدا تفریق کرده و دوازده را به دست می آورد. تقریبا هفت مرتبه با آن حساب می شود. این قیمت در اینجا تقریبا صفر اشاری افت می باشد. و اگر بگوید که 13 با 120 چند مرتبه قابل تقسیم است؟ به نظر می رسد که نو بار؟ بله، نو بار قابل تقسیم می باشد. نو ضرب 3 از دست این خلاص می شویم. نو ضرب 3 27 افت می شود. نو ضرب یک نو شده و جمع دو یازده می شود. و شما سی را باقی دارید. آن تقریبا سفر اشاریه شش نو می شود. پس شش افت یک حدس عالی خواهد بود. این 0.69 مسیر بین 36 و 49 باشد پس بیایید که با 0.69 در مسیر بین 6 و 7 برویم. این یک بار دیگر نزدیک می شود. لازم نیست که برای ما جواب یکسان را بدهد. ما باید آن را استفاده کنیم تا حدث خوبی داشته باشیم و بعدا ببینیم که چطور کار میکند. بیایید که 6.7 را امتحان نماییم. و بهترین راه این است که شش اشاری افت را مربع بسازیم. علامت عملی ضرب را می نویسم. شش اشاری افت ضرب شش اشاری افت. ما هفت ضرب افت را داریم که چل نو می شود. هفت ضرب شش چل دو شده و جمع چهار چل شش می شود. حالا یک صفر میگذاریم به خاطر که یک فاصله به طرف چپ حرکت کردیم. حالا ما شش ضرب افت را داریم که چل دو می شود. چهار را انتخال می دهیم. شش ضرب شش سی و شش شده و جمع چهار چل می شود. و نو جمع صفر نو میشود. شش جمع دو هشت می شود. چهار جمع صفر چهار می باشد. و بعدا ما در اینجا یک چهار داریم. و دو عدد کامل در عقب نقطه اشاری داریم. یکی دو، بناً این برای ما 44.89 اش را می دهد و 6.7 ما را خیلی نزدیک میسازد، اما هنوز هم دقیقا به خانه سطها نیستیم. خب ما دقیقا به خانه ست قرار نداریم، ما فقط به خانه ده ها یعنی در اینجا رفتیم. پس اگر بخوایم که 45 را به دست بیاریم، 6.7 ما را به هنوز هم کوچکتر از 45 می باشد. یا 6 اشاره افت هنوز هم کوچکتر از جز مربی 45 می باشد. پس بیایید که 6 اشاره افت یک را امتحان نماییم. اجازه دید که این را با یک رنگ جدید انجام دهم. 6 اشاره افت یک را با رنگ گلابی انجام می دهم. پس بیاید که 6 اشاری هفت امتحان کنیم یک مقدار آن را کم میکنیم ببینید اگر از 44 اشاری هشت با 45 برویم به خاطر که این بسیار نزدیک میباشد بیاید که فقط آن را امتحان نماییم 6 اشاری پس یک بار دیگر ما باید بعضی از محاسبات را با دست انجام دهیم فرض میکنیم که آن نمیخواهند تا ما از ماشین حساب استفاده نماییم بنا ما یک ضرب یک را داریم که یک میشود یک ضرب هفت می میشود یک ضرب شش شش میشود یک صفر در اینجا میکزاریم. هفت ضرب یک هفت می شود. هفت ضرب هفت چل نو می شود. هفت ضرب شش چل دو شده و جمع چهار چل شش می شود. و بعدا در اینجا دو دانه سفر داریم. شش ضرب یک شش می شود. شش ضرب هفت چل دو می شود. فقط این چهار را در اینجا داریم. شش ضرب شش سی و شش شده و جمع چهار چل می شود. جمع چهل بسیار جالب است وقت فکر میکنیم چیزهایی را که با جمع کردن آن یک صدوم در اینجا به دست آورده خوب خواهیم دید وقتی که تمام اینها را در اینجا جمع میکنیم شما یک را به دست می آورید هفت جمع هفت چارده می شود یک جمع شش جمع نو شانزه شده و جمع شش بیست دو می شود دو جمع شش جمع دو ده می شود و بدن یک جمع چهار پنج می شود و بدن چهار را پایین می آوریم و ما یک دو سه چهار عدد را در عقب نقطه اشاری داریم یک دو سه چهار زمانی که شش اشاری افت را مربع می سازیم شش اشاری افت یک مساوی با چلو اشاری سفر دو چهار یک است پس شش اشاری افت یک یک مقدار بزرگتر می باشد اجازه دید که آن را یک مقدار واضح بسازم می دانیم که 6 اشاری هفتیه کوچکتر از جز مربع 45 می باشد و می دانیم که آن کوچکتر از 6 اشاری هفتیه است به خاطر که هرگاه آن را مربع می سازیم چیزی زیادتر از جز مربع 45 اما زمانی که این را مربع می سازیم پس 6 اشاری هفت مربع برای ما 44 اشاره اشنو را می دهد که تقریبا 0 اشاره یک یک از 45 فاصله دارد. و بعدا اگر به 6 اشاره افتیق مربع نگاه نماییم، ما فقط 2 اشاره چار سدوم بالای 45 هستیم. بنابراین این که در اینجا است نزدیکتر به جز مربع 45 می باشد. پس اگر به خانه ست نزدیک نماییم، به طور قطعی باید 6.71 را انتخاب نماییم.